به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدیم به یکی از قسمت‌های برنامه چه خبر. امشب قرار راجع به سوژه‌های متعددی صحبت بکنیم، طنز زیاد داریم و راجع به موضوع مهمی که آقای عراقچی صحبت کردن صحبت خواهیم کرد که ابعاد مختلفش رو با هم بررسی بکنیم. سریع بریم و بیایم. خدمتتون عرض بکنم که بریم سراغ سوژه اول و بشنویم از سالومه در رابطه با سوژه‌ای که حالا می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. اومدن راجع به اون خانومی که برهنه شد توی دانشگاه، اومدن ابراز انزجار کردن و از حامیانی که اومدن برهنه شدن هم اعلام براءت می‌کنن، سالومه و من و تو، که جالبه با هم ببینیم. به خاطر این کاری که خانم آهوی دریایی، درست میگم اسمش، انجام داد، حالا یه سری رو افتادن. امروز اتفاقا داشتم با امیر روش صحبت می‌کردم، گفتم من اینو میگم، هیچ ابایی هم ندارم، نظرم هم میگم. نظرت خودت میگی؟ آره نظرم اینه که چقدر نشه الان کسانی که راه افتادن و دارن همینجوری لباساشون رو در میارن و میرن توی خیابون و برای اینی که بگم پشت این خانومه. اصلا من همین چوری اصلا من نمیپسندم. مثلا همون داستانی که مثلا مسلیته هستم برای من که یو همه یه سری هشتگ زدم مسلیته، حالا حالا همه دارن لخ میشن. آخه اصلا یعنی من تو فیسبوک برای یکی از دوستام که توی فرانسه بود، خانومی که این کار کرده بودن، رفتم زیرش قشنگ نوشتم من تعارف من، آخه یعنی چی حرکت؟ یعنی واقعا زشت از اینکه یه چیزی یاد بگیریم که یه کاری بکنی که بقیه چیز یاد بگیرن. داریم کسایی اینجا که خیلی افراطی ان و معروفن به اینی که این خانمایی که سری بدو بدو تا اتفاقی میفته سری میرن کامل، البته میرن کامل لخ میشن. برای من نمیپسندم. برای چی ما باید از بدنمون استفاده بکنیم واسه یه اکت اعتراضی؟ سری بدو بریم. من آفرین حسن بود اینا که لخ شدن، سری دلشون خواست واقعا این کارو بکنن. آفرین، واقعا چه دیدگاه خوبیه. چقدر تو تغییر کردی سالومه و چرا مخاطب خرگیر میاری؟ این تو نیستی، این استوری تو نیست، این استوری اکانت رسمی تو نیست که بعد از اون اقدامی که اون خانم کرد بلافاصله اومدی اد استوریش کردی که بیشتر دیده بشه و بعدش اومدی گفتی که دمش گرم، چه خوش هیکلم هست، این حرف کیه، این حرف تو نیست، اومدی حمایت کرد. 45 بار توی این ویدیویی که منتشر کردی گفتی من دوست ندارم، خوشم نمیاد، این کار اشتباه بود. پس این استوری چی شد الان؟ این استوری وقتی که فهمیدن که فرهنگ ایرانی همچین مسئله ای رو بر نمیتابه و اعتراض میکنه نسبت به این قضیه و همراهی نمیکنه، اینکه بیان برهنه بشن، اینکه بخوان اعتراضی رو، مطالبه ای رو با برهنگی نشون بدن، یوهو کلا موضع عوض شد. چقدر کار زشتیه این. این استوری هم که اصلا استوری سالومه نیست، بی شرفتر از این مزدورای من و تو که یه مدتی پروژه استارت زده بودن اوج فعالیتشون که مفهوم زدایی دینی و اسلامی و ایرانی حتی بکنن، مفاهیم غیرت رو هدف گرفته بودن، ناموس رو هدف گرفته بودن، شهید رو هدف گرفته بودن و همه اینا رو داشتن به شدت میکوبیدن با ابزارهای رسانه‌ای که داشتن و الان یهو تغییر موضع. چقدر کار بدی لخ شدن. چرا اومدی حمایت کردی تو استوریت؟ بس یه تیم اسرائیلی به نام مکابی رفت هلند با حالا مسابقه فوتبال بده اونها، یه سری طرفدارشون از همینجا پا شدن جنگ و ول کردن رفتن اونجا، یه سری هم اونجا بهشون ملحق شدن. یه درگیری به وجود اومده بین صهیونیست‌ها، یهودی‌ها و کسایی که اونجا بودن و حامی فلسطین و غزه بودن. حالا این اتفاقی که اونجا افتاده آیا واقعا یک اتفاق بوده، یک پیش آمد بوده یا نه این پروژه؟ ما اولا بررسی می‌کنیم که خود این اتفاق چجوری پیش اومده و اینکه چرا این درگیری اصلا شکل گرفته اونجا، چجوری استارتش زده شده. اولا برگردیم به دو روز قبل از شروع مسابقه که توی روزنامه جروزالم پست گفته شده که موساد این تیم مکابی رو که از تلاویبه اوورده اونجا و همراهی کرده. خب این که موساد اومده این کار رو انجام داده یکم سوال برانگیزه دیگه، پس نمیتونه یک اتفاق ساده بوده باشه. ولی اونجا درگیری ها پلیسی که حالا رئیس پلیس آمستردام اونجا گفته که قضیه از این قراره. طرفداران صهیونیستی اومدن پرچم آتیش زدن، ماشین آتیش زدن و از شب قبل مسابقه هم یک سری شعارهایی رو بر علیه غزه و عرب دادن که حتی تا اون لحظه آخر هم که برگشتن به فرودگاه خودشون همون شعارها رو دوباره دادن. که اون شعارها رو حالا نیوردم خیلی به این موضوع بپردازیم، فقط خواستم کلیت پروژه دستتون باشه که چه اتفاقی داره میفته. توی اون شعار میدن که ارتش باید پیروز بشه، ارتش اسرائیل، و یه فوشی هم نثار اعراب میکنن که حالا به غزه‌ها و اینا. بعد در ادامه شعار میگن که غزه و فلسطین هیچ مدرسه ای نداره به خاطر اینکه هیچ کودکی زنده نیست. خب اینا شعارهایی که حالا نجات پرستانه و غیر انسانی غیر اخلاقی هستش و رئیس پلیس آمستردام تایید کرده که پاره کردن پرچم ها و اینا ابتداعا از طریق طرفداران تیم اسرائیلی و خود صهیونیستا شروع شده و بعد واکنش کسایی که طرفدار فلسطین بودن و اینا. ببینید شما، این اتفاق ساده ای نیست که همزمانی که پرچم فلسطین رو اونجا آتیش میزنن پرچم میزبان رو هم آتیش میزنن. یعنی اونجا فندک رو میگیره که پرچم فلسطین رو آتیش بزنه و بعد این ورم پرچم میگیرن که فندک رو میگیرن که پرچم خود هلند رو آتیش بزنن. خب طبق جستجویی که من کردم بعد از شروع سیل مهاجرت از سرزمین های اشغالی بعد از شروع جنگ، هلند یکی از میزبانان
خوب بوده برای اینها، یعنی حجم گسترده ای از مهاجرین هلند رو انتخاب کردن و رفتن اونجا. خب این چند تا بعد میتونه داشته باشه این اتفاق. یکی این که قضیه یهود ستیزی رو باز دوباره بخوان علم بکنن، این بار با بهره‌وری داخلی. اگه قسمت های قبلی رو دنبال کرده باشین، با ما بوده باشین، ما بارها اشاره کردیم که بحران جمعیت برای اسرائیل خیلی قضیه جدیه. اینقدر جدیه که از سال 1948، یعنی از همون اوایل شکلگیری این جرثومه، بحران جمعیت یکی از طرحهای نظامی شد که اومدن گفتن که بحران جمعیت خیلی اساسیه، ما میتونیم که حالا پلنها و طرحهای مختلفی رو بدیم برای اینکه جمعیت اعراب رو کنترل بکنیم و جمعیت خودمون رو گسترش بدیم، حالا با دعوت یهودیان از اینور و اونور. و الانی که این اتفاق میفته، یک یامی رو به یهودیان داخل صادر میکنه که اونجا دیگه برای شما امن نیست و زمینه یا حضور یهودیان رو در هلند رو هم میبنده، یعنی یه ایجاد دشمنی و نفرتی میکنه اونجا که هر دو طرف از هم زده بشن، نه یهودیان بتونن برن اونجا باز دوباره بتونن مهاجرت بکنن، آمار مهاجرت به هلند رو کاهش بدن، و از اون طرف هم بگن که هیچ جای دنیا قد همین جایی که هستین، سرزمین‌های اشغالی و شهرک‌ها براتون امن نیست، از اینجا خارج بشین و مهاجرت بکنین دردسر براتون هستش. و نظر من این پروژه‌ای بود که حالا به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم که ابوابن موساد این رو طراحی کردن و حالا جوری نمیشه اثباتش کرد، ولی این جرثومه وقتی یه حرکتی میزنه که به این شکل، طبیعتاً یک پروژه قطعا دنبالش هستش. حالا شما هم میتونید ابعاد مختلفش رو بررسی بکنید. یه سرباز بدبخت پدر سوخته صهیونیستی هم گفت که من برای فرار از جنگ پاشده رفتم اونجا، گرفتن کتکش زدن، یعنی کبودش کردن، از جنگ فرار کرده که برای تعطیلات بره اونجا عشق و حال، گرفتن اونجا کتکش زدن. و این اتفاق جالبی بود که حالا بهش اشاره کردم. بریم سراغ خبر بعدی. فاطمه مهاجرانی، خانم فاطمه مهاجرانی دوباره یه توییتی زده: بازگشت از برخی تصمیمات که مردم را شاد می‌کند، هم به نفع دوستداران فوتبال است، هم توان افزایش سرمایه اجتماعی را دارد. گاه با یک تصمیم ساده می‌توان وفاق بزرگی در جامعه ایجاد کرد. هشتگ فردوسی پور. حالا توی قسمت قبلی که راجع به سوخت مازوت و قطعی برق صحبت کردیم، خدا رو شکر تونستیم منظورمون رو به اکثر غریب به اتفاق دوستان همراه برنامه چه خبر برسونیم، چه در یوتیوب، چه در اینستاگرام و چه در آپارات. ولی یه عده کمی هستن نگاهشون خیلی سطحیه به اینجور قضایا و در سطح دعواهای سیاسی و حزبی مسائل رو میارن پایین که آره شما حالا مثلا دارین پزشکیان رو میزنین، دولت رو میزنین و نمیدونم به فکر حزب خودتون هستین. اولا که برنامه چه خبر ما هیچ وقت از هیچ حزبی حمایت نکردیم، هیچ وقت، و حتی در زمان انتخابات کسی نمیدونه اصلا ما به کی رأی دادیم توی انتخابات. و این نکته ای که اصلا توی این شرایطی که اصلا مملکت ما هستش، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، بیایم اینقدر مسائل رو بیاریم پایین که فکر کنیم دعوای حزبی، اصلا خدا نکنه که همچین اتفاقی بیفته که بریم سر مثلا دعوای حزبی و منفعت طلبانه خودمون رو که مثلا این حزب خوبه اون حزب بده و اینها، که خیلی از مشکلاتی که الان گریبانگیر کشور ما هستش از کمکاری ها، ترک فعل ها و بی مدیریت هایی که تا این سال ها اتفاق افتاده در دولت های مختلف، فرقی نمی کنه. پس خواهش اینه که در مواجهه با سوژه‌ای که ما توی برنامه میاریم فکر نکنید حزبی داریم رفتار میکنیم و اصلا بحث حزبی نیست. ما خدا از خدامونه که آقای پزشکان بتونه موفق عمل بکنه و بتونه که کشور رو رو به جلو ببره، و اگر هم کمکی نقدی میکنیم از باب کمک هستش، نه از باب اینکه بخوایم حالا سرکوف بزنیم یا نمیدونم سنگ بندازیم جلوی پای اینها. یه جریانی هستش، اصل توضیح هم اینجاست. یه دفعه میکنن اینا بحث سیاسی کودکانه است. یه جریانی هستش که اگر فکر کنیم که جریان نفوذ هم نیست، تهش اینه که ساده لوحان است و حالا ساده لوحانه نگری از سمت مسئولینه، نمیخوام نسبتش بدم به جریان نفوذ، که هرچند اگر برنامه ریزی بخواد بشه برای یک اختشاش بزرگ، برای یک فتنه بزرگ، از همینجا نشأت میگیره که چی؟ اولویت های اصلی کشور که از جمله اقتصاد، معیشت، ارز و مسائلی که گریبانگیر مردم هست، هممون میدونیم و در جریانش هستیم، اینها میره میشه اولویت های آخر. و یه سری مسائل دیگه که هرچند مطالبه مردم باشن، از جمله فیلترینگ، از جمله ریجستری، از جمله نمیدونم بازگشت های فردوسی پور یا هر چیز دیگه که شاید مطالبه بخشی از جامعه باشه، به هر حال اصلا بحث سر این نیست که فیلترینگ باشد یا نباشد، ریجستری بشود یا نشود، آی فردوسی پور برگردد یا برنگردد، بحث سر اینه که اینا اولویت چندمه. آیا اگر شما در خیابان از مردم سوال بکنید که مشکلات شما در زندگی در ایران چیست، میگه فردوسی پور، فیلترینگ یا ریجستری؟ الان مستاجری که دچار وضعیت بدی هستش که هممون در جریان هستیم، بالاخره پول رهن نداره، پول اجاره نداره، به فکر فیلترینگ نیست طبیعتاً، به فکر اقتصاده. ما هم نمیگیم فیلترینگ رفع نشه یا رفع بشه، اصلا اینا یه بحث جداگانه‌ای برای خودش. ما بحث اصلا کل بحث ما اینه که آقا
چرا یک جریانی، حالا چه بخوایم اسمش رو نفوذ بذاریم یا نذاریم، سعی میکنه اولویت‌ها رو جابجا بکنه. شما وقتی اسم فردوسی پور رو از خانم فاطمه مهاجرانی میشنوین، یا بس فیلترینگ رو میشنوین، یا بس خدمت شما عرض بکنم ریجستری رو میشنوین، اینها بازتاب یک سری مطالبات از ناحیه مردم دیگه. یعنی مردم یه سری مطالباتی کردن، صدا به گوش مسئولین رسیده. خب اون صدا چرا صدای اقتصاد نیست، صدای ارز نیست، صدای قیمت گوشت نیست، قیمت ارزاق و مایحتاج نیست؟ چرا مسئله مسکن و اجاره نیست؟ چرا مسئله کارگر و حقوق نیست؟ چرا مسئله بازنشسته و حقوق نیست؟ خب اینها مسیرهایی که این جریان‌ها طی می‌کنن، حالا به دلایل مختلف. ممکنه که به خاطر اینه که نارضایتی گسترده اجتماعی ایجاد بکنن، اولویت‌های اصلی بره بشه فرعی، فرعی ها بیاد بشه اصلی، در نهایت بعد از انباشت چند سال که زیرساختی تولید نشد و توسعه داده نشد و مسائل اقتصادی رفع نشد، اون موقع سر باز بکنه و آتش زیر خاکستر دامنگیر خیلی مسائل بشه. درسته؟ از شما نه از این جهت به این قضیه نگاه بکنین که مسئله حزبی و سیاسی و تخریب های پزشکیان یا مثلا حمایت از فلان دولت حساب، نه اصلا این مسائل نیست، مسئله ملیه. باید درک بکنیم این قضیه رو. ما در شرایطی هستیم که با اسرائیل داریم به سمت درگیری پینگ پونگی میریم، ما میزنیم اونا میزنن ما میزنیم. توی این برهه اولویت های کشور آیه فردوسی پوره به نظر شما یا فیلترینگه؟ به نظر من که یک جریانی، حالا ممکنه به خاطر فتنه باشه که توضیح دادم که بخواد برنامه‌ریزی بکنه برای چند سال آینده که این سر باز بکنه، یا نه به خاطر عوامل مافیاییه، مافیای گوشت و اینجور مسائل، مافیای خدمت رو عرض بکنم اقتصادی که توی حوزه‌های مختلفش مافیا داریم، و به خاطر این نمیخوان که مطالبات اصلی مردم شنیده بشه توسط مسئولین. بلا به جای هشتگ فردوسی پور باید هشتگ اجاره، گوش، دلار، دلار 70,000 تومانی به بالا و خیلی مسائل دیگه باشه. درسته؟ یعنی اصلا از لحاظ منطقی بحث ما این نیست که این کابینه و این دولتی که اومده واسه سر کار خوبه یا خوب نیست. مثلا اینه که آقا الانی که اومدید مثلا مشکلات رو رفع کنید و ما هم امیدواریم با تمام وجود که این اتفاق بیفته، چرا یه سری اولویت‌هایی ما داریم روزانه میشنویم که اصلا رو کف جامعه و لایه‌های زیرین جامعه اصلا بهش فکر نمی‌کنه؟ اینقدر مشکلاتشون زیاده از لحاظ اقتصادی اینا که وقت نمی‌کنه فیلترینگ فکر بکنه، وقت نمی‌کنه. با شما فیلترینگ رو گیریم برداشتی الان، خب یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت طرف رفت توی اینستاگرام بدون فیلترینگ ویدیو دید، پول نمی‌خواد بسته بخره، بعد شغل نمی‌خواد، خونه نمی‌خواد، اجاره‌شو نباید تامین بکنه، گوشت و مایحتاج. این اولویت‌های فرعی اومده شده اصلی، و ما هم که صحبت می‌کنیم راجع به این که بابا اینها هم باشه، فیلترینگ و ریجستری و نمی‌دونم بازگشت فردوسی، این مسائل هم باشه، بذارید کنار اینا رو، مسائل فرعی رو بذارید، اولویت‌های اصلی توسعه زیرساخت‌ها، مسئله بودجه، نمی‌دونم مسائل اقتصادی، ارز، اینا حل بشه، بعد اونا رو هم در کنارش مطالبه بکنید از مسئولین مرتبطش. و چرا بازتاب مطالبات کشوری ما اینطور باید به مسئولین برسه که مطالبه مردم در حال حاضر گوش نیست، ارز نیست، مایحتاج روزانه نیست، مسکن و شغل و ازدواج و اینها نیست، فیلترینگه، فردوسی پوره، نمیدونم ریجستری آیفونه. و حالا بعضی هستن میان اینها رو طوری مطرح میکنن که فایده ای نداشته باشه، باب توهین و تحقیر بر روی هم دیگه باز بشه، نه، ولی ما تمام تلاشمون اینه که در چارچوب منطقی رو مطرح بکنیم که اونها اون مطالبات بخش از جامعه قابل احترام، شاید مرفه هستن، شاید اصلا دغدغه مسکن ندارن، دغدغه ازدواج و اقتصاد ندارن، مطالباتشون یه چیز دیگه است طبیعتا، اونها هم سرجه، ولی اولویت عمده کشور ما الان واقعا فیلترینگ و آی فردوسی پوره. من اینو نمیفهمم، چون که پیام هایی که ما روزانه هزار تا پیام دایرکت دریافت میکنیم که وضعیت اقتصادی و فلان و دلار اینقدر شد و مطالبات چیزهای دیگه است، و امیدواریم که این حرفا به گوش مسئولین برسه. و خواهشمندم از طرفدارای دولت های پزشکیان، حالا کسایی که رأی دادن یا رأی ندادن، اولا بازی های حزبی رو بذارید کنار و هر حرفی هم که میشنوید پای حزبی نزنید، و امیدواریم که یک قدم مثبتی برداشته بشه و این مسائل حل بشه. و من نمیخواستم فقط تاکید بکنم که این یک جریان نفوذه که داره این اتفاق افتاده، من نمیخوام بگم مسئولین دارن نفوذ میکنن، نه، میخوام بگم یک جریان نفوذی تاثیر میگذارد بر مسئولین. این باید پیدا بشه که چرا مطالبات اصلی مردم نیست، چرا اینها به داره میاد بولد میشه توی فضای رسانه کشور و حتی توی عملکرد مسئولین ما. آیا عراقچی یه نکته ای رو مطرح کرده که خیلی مهمه. به نظر من این حرف ایرانه و نه تنها آیا عراقچی، و این حرف از دهان ایران و سیاست گذاران ایران خارج شده. بشنویم. دنیا بداند که در صورت گسترش جنگ، آثار زیانبار آن تنها به منطقه غرب آسیا محدود نخواهد شد. ناامنی و بی‌ثباتی امری است که میتواند به مناطق دیگر حتی دوردست‌ها سرایت کند. پیوست این ماجرا همون آزمایش موشک غارپیما در شاهرود هستش که حالا یه سری خبرهای غیر رسمی اومده که ایران آزمایش موشک غارپیما کرده و یک پیغامی صادر کرده که نه تنها اون پایگاهی که ادعا می‌کردین آسیب خورده
سر جاشه و فعاله، بلکه از همونجا هم ما موشک قاره‌پیما تست میکنه. ولی این خبرهای غیر رسمی کاری نداره. تاییدیش همین حرف آقای عراقچیه که اگر که بخوان مثلا پای ایران رو بکشن به جنگ و خدای نکرده ما رو اسیر جنگ بخوان بکنن، این ایران نیست که فقط داره هزینه میده. دوردست‌ها یعنی همون افزایش برد موشکی و موشک‌های قاره‌پیما که حالا یه تایید زمینی داشته. ولی صحبت همینجا تموم نمیشه و به نظر من این حرف چند تا بُعد داره. یکی اینکه اولین بُعدش رو بخوایم بررسی بکنیم، این حرف که تنها غرب آسیا درگیر نخواهد شد، تهدید جهانی، یعنی اینکه نه فقط غرب آسیا بلکه جاهای دیگه هم میتونه مورد خطرات جنگ قرار بگیره و این نه به خاطر جنگ طلبی ایرانه. اینو دقت بکنیم، این حرف به این نیست که ما همه جا رو به جنگ فرا می‌خوانیم که حالا بعضی بخوان استفاده بکنن از این حرف. به این معنی است که شما ایران رو در شرایطی دارین قرار میدین که اگر دوچار جنگ بشه، ما هیچ وقت نخواستیم جنگ، ما به کشورمون تعدی شد پاسخ دادیم و اون پاسخ شماست که داره جنگ رو ایجاد میکنه. و اگر بخواین اتفاق بیفته و ایران رو اینطوری منزوی بکنین و درگیر جنگ بکنین، بقیه جاها هم بی بهره نمیمونن. دومین بُعدش هم از ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکیه که شما ببینید بحرانی که ایجاد شد بعد از جنگ غزه و یمن چیکار کرد با اقتصادشون، که اقتصاد دریایی رو تقریبا منحل کرد، خیلی از شرکت‌ها دچار ورشکستگی شدن. این نقش غیر مستقیم ایران بوده و اصلا کلا خود محور مقاومت این کارو انجام داد. اگر روزی پای ایران رو به جنگ بکشین، چه تأثیرات اقتصادی رو ایران میتونه مستقیما چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه انرژی بذاره؟ و این یک تهدید اقتصادی هم بود که درگیر شدن ایران به جنگ مساوی است با یک تهدید بزرگ اقتصادی در جهان که گریبانگیر همتون میشه. حالا جزئیاتشون رو احتمالا خودتون میدونید دیگه، تنگه هرمز و مسئله انرژی و اینها که نگرانی اساسی و عمده غرب هم از همین ماجراست. نکته بعدی و مهمتر به نظر من اینه که ایران با این حرف که فقط غرب آسیا درگیر نخواهد شد و جنگ اینجا باقی نخواهد ماند به بقیه جاها ممکنه سرایت بکنه، حالا این سرایت یا اقتصادیه یا باز همون جنگ نظامی هستش، نقش کلیدی ایران رو تثبیت میکنه با این حرف. یعنی که من بازیگرم، من توان بازی در منطقه غرب آسیا و حتی در جهان رو دارم با برد بلند، یعنی اون جاهای دوردست رو هم من میتونم بازیگری بکنم، میتونم بازی رو بکشونم به اونجاها. حواستون باشه این تثبیت نقش ایرانه. ایران دیگه یک ایران منفعل در قرن‌های گذشته نیست که جنگ جهانی اول و دوم و ما بی‌طرف هستیم و بعد بیان بزنن تو سرمون و اشغالمون بکنن و هر کاری خواستن باهمون بکنن، آرد تهران رو مثلا بگیرن دستشون و هزار تا بدبختی سرمون بیارن. ایران اون ایران منفعل نیست دیگه. من بازیگرم، من دیگه الان میتونم نقش ایفا بکنم در نظم جدید جهانی و میتونم بازی رو به هم بریزم. فکر نکنید شما اومدید مثلا ما رو درگیر جنگ کردین، یقتون رهاست و کسی باهاتون کاری نداره. حالا در نهایت هم خدمتتون عرض میکنم که این صحبت و این تهدید خودش یک نوع بازدارندگی و ایجاد بازدارندگی از همون قبیل حرفایی که گزینه‌های نظامی روی میز است. ایران به این جایگاه رسیده که میگه من تعیین میکنم اینجا وسط بازیو، تو نمیتونی رقم بزنی بازی به چه سمتی بره، اینجا زمین بازی ماست، یا به سبک ما بازی میکنی یا بازیو میکشونم تو منطقه خودت که اسیر و امیر بشی. و حالا خلاصه این برداشت من از همین جمله آیه عراقچی این بود. این چند تا بودش که خدمتتون عرض کردم. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اهدای یک گردنبند با نماد شیر و خورشید به خدمتتون عرض می‌کنم لبنان و محور مقاومت، از بچهای شاهنشاهی به مقاومت اسلامی. درسته، حالا اینکه شوخی می‌کنم، ولی اینو سلطنت طلبو نباید ببینه، خیلی باعث فشار و درد در نواحی‌های مختلف میشه، مخصوصا رضا پهلوی اگه این قضیه رو ببینه که درجا سکته رو زده. کسایی هم که اینطوری کمک میکنن افرادی هستن که به داخل کشور هم کمک میکنن، هیچ فرقی نمیذارن بین این قضیه. حالا اونجا شرایط خیلی بحرانی تره، شرایط جنگی، کمک میکنن، بعضی چشم دیدن ندارن. یعنی شما اون آزادی هم که ازش دم میزدن اینجا نیست، فوش و فضیحته که تو حق نداری این کار رو انجام بدی، با مال خودت که طلای خودت هم هست حق نداری بدی به اینجا بره. چرا؟ چون اونجایی که من میگم باید تو بری خرج کنی، اینجا دیگه بس آزادی نیست، اینجا این حرف اینا رو باید گوش بدی. دمتون گرم که تو اینجا با من همراه بودین. اگه برنامه دوست داشتین حتما لایک و کامنت حمایتی یادتون نره، سابسکرایب هم بزنید، این اعلانه رو هم بزنید که صداش واسهتون بیاد. صدای چی بیاد؟ صدای که برنامه منتشر شده اعلانش واسهتون بیاد. لایک سیت شما بخواد.